سلام در این ویدیو قصد دارم شما رو با پلتفرم فروکنبا آشنا کنم این ویدیو یک ویدیوی دو قسمتیه و در این قسمت در ابتدا شما رو با مفهوم بچ ترانزکشن ها آشنا می و در ادامه به شما آموزش میدم که چطوری میتونید به وسیله پلتفرم فروکنبا توکن خودتون رو سواب کنید ایجاد نقدینگی کنید اونها رو استیک کنید و جالبه که همه این کارها رو شما میتونید در قالب یک تراکنش انجام بدید در قسمت دوم به صورت عملی شما رو با مفهوم فلشلون آشنا می کنم و بهتون نشون میدم که چطوری میتونید شما هزاران دلار وام رو بدون گذاشتن وسیقه دریافت بکنید زمانی که قسمت دوم در کانال آپلود بشه شما لینکش رو میتونید در بالای صفحه و یا در بخش توضیحات همین ویدیو مشاهده بکنید همینطور اگر دوست داشتید میتونید کانال تلگرام من نانستاب کریپتو رو دنبال کنید بریم اول از همه با مفهوم بچ ترانزکشن ها آشنا بشیم برای آشنایی با بچ ترانزکشن ها یک مثال خیلی ساده میزنم فرض کنید که شما 100 تا متیک در کیف پول خودتون دارید میتونید اون رو در پلتفرم سوشی سواب سواب بکنید و تبدیل بکنید به 100 تا دای اینجا شما یک تراکنش انجام دادید حالا میتونید اون صد تا دای خودتون رو وارد پلتفرم کرف فایننس که یک پلتفرم غیر متمرکز هست بکنید با اون صد تا دای در این پلتفرم ایجاد نقدینگی بکنید و بعد از اینکه ایجاد نقدینگی کردید پلتفرم کرف فایننس یک توکن تحت عنوان الپی توکن به شما میده شما اینجا هم یک تراکنش انجام دادید حالا شما میتونید اون الپی توکنی که Care فایننس به شما داده رو در خود کرف فایننس استیک بکنید و اینجا هم شما باید یک تراکنش دیگه انجام بدید در مجموع برای انجام این کارها ما سه تا تراکنش انجام دادیم خب برای هر کدوم از این تراکنش ها شما باید یک هزینه ای پرداخت بکنید مدتی باید معطل بشید تا تراکنش تایید بشه اما شاید براتون جالب باشه بدونید که شما میتونید تمام این مراحل رو در قالب یک تراکنش انجام بدید در اصطلاح به این تراکنش بچ ترانزکشن میگن در بچ ترانزکشن ها ما شاهد یک مجموعه عملیات هستیم که حتی اگر یه دونه از این عملیات ها با خطا مواجه بشه کل تراکنش ما فیل میشه مثلا در سوشی سواب ممکنه شما اسلیپیج تعیین کرده باشید اسلیپیج دو درصد حالا اگر صد تا متیکی که میخواید سواب بکنید و صد تا دای تحویل بگیرید یه ریزش شدید قیمتی داشته باشه و متیک شما جای صد تا دای بهتون پنجاه تا دای بده خب طبیعتا به خاطر اینی که شما اسلیپیج تعیین کردید تراکنش شما فیل میشه اگر اینجا فیل بشه عملا کل تراکنش فیل شده و هیچ گروم از این مراحل دیگه صورت نمیگیره و هیچ توکن الپی استیک شده ای شما نمیتونید مشاهده بکنید پس یا کل تراکنش با موفقیت انجام میشه یا کل تراکنش فیل میشه اما این بچ ترانزکشن ها چه سود و فایده ای دارن دوستان توجه داشته باشید این مدل تراکنش ها باعث میشن که هزینه های تراکنش کاهش بسیار زیادی پیدا بکنه شما جای اینی که سه تا تراکنش انجام بدید دارید یک تراکنش انجام میدید و عملا در زمان شما صرف جویی بسیار زیادی میشه اگر ویدیوی آموزش کار با پلتفرم زپر من رو دیده باشید در اون ویدیو من بهتون بخش پول این پلتفرم رو معرفی کردم و بهتون گفتم که شما میتونید در قالب یک تراکنش ایجاد نقدینگی بکنید و ما اونجا بهش میگفتیم عملیات زپ کردن زپ این و زپ آوت دقیقا اتفاقی که صورت میگیره همینه اینجا هم شما در قالب یک بچ ترانزکشن میومدید ایجاد نقدینگی میکردید و همه موضوع باعث میشد که هزینههای تراکنش شما کاهش چشمگیری پیدا بکنه قبلا اگر شما قصد داشتید که با یک کلیک یا در اصطلاح در یک تراکنش ایجاد نقدینگی بکنید نیاز بود که دانش برنامه نویسی داشته باشید اما پلتفرمی به نام زپر خب این امکان رو به شما میداد که شما بدون دانش برنامه نویسی این کار رو انجام بدید اما حالا میتونیم با پلتفرم فروکن باش بشیم این پلتفرم قابلیت های خیلی بیشتری رو در اختیار شما قرار میده و به شما این امکان رو میده که بتونید تمام کارهایی که ما اینجا انجام دادیم رو در قالب یک بچ ترانزکشن پیاده بکنیم همینطور شما به وسیله این پلتفرم میتونید بدون داشتن دانش برنامه نویسی فلشلون دریافت کنید که به طور کامل بیان میکنم به وبسایت frukombot.app میرم و روی گزینه استارت کلیک میکنم. در بالای صفحه کیف پول خودم رو متصل میکنم، متا ماسک رو انتخاب میکنم. پسورد خودم رو وارد میکنم. در اینجا من روی شبکه پالیگان هستم. این پلتفرم دو شبکه اتریوم و پالیگان رو پشتیبانی میکنه. گزینه هایی که در اختیار شما قرار داده میشه در شبکه اتریوم خیلی بیشتره شبکه پالیگان تازه اضافه شده و شما خیلی امکانات بالایی ندارید اما الان هم شما کارهای زیادی میتونید روی شبکه پالیگان انجام بدید روی این کیوب کلیک میکنم در اینجا گزینه های مختلفی رو میتونید مشاهده بکنید ما اینجا میتونیم از پلتفرمی مثل اوه وام دریافت بکنیم میتونیم فلش لون دریافت بکنیم در پلتفرم سوشی سواب میتونیم ایجاد نقدینگی بکنیم نقدینگی خودمون رو حذف بکنیم سواب بکنیم در کرب میتونیم استیک داشته باشیم و امکانات مختلفی که وجود داره یک بخش سن توکن هست که شما میتونید در همون تراکنشی که انجام میدید مثلا ممکنه چند تا عملیات داشته باشه در یک قسمتی شما توکن ارسال بکنید برای یک آدرس دلخواه خودتون میتونید متیک های خودتون رو ربط بکنید میتونید اد فاند بکنید فاند اضافه بکنید ریترن فاند فاند رو برگردونید و امکاناتی که باید باشون کار بکنید تا بتونید یادشون بگیرید من در این ویدیو سعی کنم یک مثال خیلی ساده بزنم تا بتونید این موضوع رو خیلی کامل و قشنگ درک بکنید ما در مثالی که زدیم شاهد مراحل مختلفی بودیم هر کدوم از این مراحل در قالب یه دونه از این کیوب ها پیاده میشه من اگر روی این کیوب بزنم شما کارهای مختلفی میتونید انجام بدید راجع به پلتفرم اوه و دریافت وام از این پلتفرم به طور کامل در ویدئوی اختصاصی صحبت خواهم کرد پلتفرم اوه شما به دو صورت میتونید ازش وام دریافت بکنید وام های با وسیقه و یا وام های بدون وسیقه یا در اصطلاح فلشلون برای وام های با پیشنهاد من به شما اینه که ویدیوی اوه من رو که در آینده ضبط میکنم مشاهده بکنید و بعد از دیدن اون ویدیو قشنگ میتونید از این پلتفرم برای دریافت وام و چیدن استراتژی خودتون استفاده بکنید من قصد دارم مثالی که اینجا زدم رو پیاده بکنم پس در سوشی سواب میخوام متیک به دای سواب بکنم خب اینجا سوشی سواب سواب توکن رو انتخاب میکنم متیک انتخاب شده و دای هم اینجا انتخاب شده شما اگر روی هر کدوم از اونها کلیک بکنید میتونید ارز خودتون رو انتخاب بکنید از اونجایی که ویدیو جنبه آموزشی داره من یک مقدار خیلی ناچیز رو انتخاب میکنم این مقدار رو میخوام به دای سواپ بکنم روی گزینه ست میزنم و همینطوری که میبینید این مرحله به, به تراکنش من اضافه شد حالا میریم سراغ مرحله بعدی مرحله بعدی اینه که در care فایننس با دایهای های خودمون ایجاد نقدینگی بکنیم وارد فرو کمبو میشم یک کیوب جدیدی اضافه میکنم میخوام یک مرحله جدید داشته باشم روی سواب روی عدلی میزنم میخوایم نقدینگی ایجاد بکنیم بعد از اینکه این کار رو انجام دادم در اینجا روی گزینه پریویس آوتپوت میزنم دوستان توجه داشته باشید در ابتدای تراکنش ما اومدیم متیک های خودمون رو به دای سواب کردیم حالا در اینجا میتونیم از همون دای ها استفاده بکنیم Previous Output رو اگر بزنید اینجا میتونید همون مقدار رو مشاهده بکنید توجه داشته باشید لازم نیست شما حتما این ستا ارز رو داشته باشید تا بتونید ایجاد نقدینگی بکنید یکی از اینها کافیه هرچند برای اینی که شما بتونید بیشترین سود رو کسب بکنید یه سری اصول هست که در ویدیو یا آموزش کار با پلتفرم کر فایننس به طور کامل به شما آموزش میدم اینجا من زمانی که روی ست میزنم زمانی که تراکنش من انجام بشه یک الپی توکن به من داده میشه زمانی که من این الپی توکن رو داشته باشم هزینه های تراکنش مربوط به اون پولی که براش ایجاد نقدینگی کردم رو میتونم دریافت بکنم اما این سود من رو قانع نمیکنه من میخوام سود بیشتری کسب بکنم میخوام مرحله آخر رو پیاده بکنم مرحله آخر استیک توکن های LP هست وارد فرو با میشم این کیوب رو اضافه میکنم در اینجا روی گزینه استیک توکن کلیک میکنم اینجا تمام نقدینگی خودم رو انتخاب میکنم پریویس آوتپوت رو میزنم تا مقدار بالای نمایش داده بشه و روی ست میزنم حالا چه سودی شما در ازای استیک این توکن های الپی دریافت میکنید زمانی که شما توکن های الپی رو دریافت کردید اینجا شما هزینه های تراکنش مربوط به اون پولی که در اون ایجاد نقدینگی کردید رو میتونستید دریافت بکنید اما زمانی که استیک میکنید علاوه بر اون سودی که دریافت میکنید شما توکن کرو رو میتونید دریافت بکنید که گاورننس توکن پلتفرم کرو فایننس هست و علاوه بر اون مقداری هم متیک دریافت میکنید یعنی شما اینجا میشه گفتش که سه مدل سود دارید دریافت میکنید و ریسکی هم که دارید میکنید تقریبا ریسک خیلی پایینیه به خاطر اینکه شما دارید یک استیبل کوین رو استیک میکنید حتما قبل از اینکه تراکنش خودتون رو انجام بدید پرایس رو رفرش بکنید من این کار رو انجام میدم و حالا صفحه رو پایین میکشم و میخوام تراکنش خودم رو سنت کنم این کار رو انجام میدم. در کیف پول خودم باید تراکنش رو تایید بکنم. یه نکته دیگه هم بش اشاره بکنم. در بالای صفحه شما در بخش تنظیمات میتونید اسلیپیج رو تعیین بکنید و سرعت رو. اسلیپیج 3 درصد برای من اوکیه ولی من سرعت رو میخوام روی اسلو باشه به خاطر اینکه نمیخوام هزینه تراکنش بالایی بدم هرچند هزینه های تراکنش در شبکه پالیگان بسیار پایینه سفر رو پایین میکشم و دوباره روی گزینه سند میزنم در اینجا تراکنش رو کانفرم میکنم بعد از اینکه تراکنش کانفرم بشه من در پلتفرم کر فایننس میتونم توکن های استیک شده رو مشاهده بکنم تراکنش با موفقیت کانفرم شد من کیف پول متامسک که خودم رو باز میکنم روی این گزینه میزنم و ویوین اکسپلورر رو انتخاب میکنم صفحه رو پایین میکشم این تراکنش که آخرین تراکنش هست روی اون کلیک میکنم در اینجا میتونید مشاهده بکنید که مراحل مختلفی صورت گرفته تا توکن الپی من در پلتفرم کرف فایننس استیک بشه من متیک های خودم رو اومدم سواب کردم به ارز دای و بعد ارز دای خودم رو اومدم باش ایجاد نقدینگی کردم این توکن الپی رو دریافت کردم و بعد توکن پی رو اومدم استیک کردم همه اینها در قالب یک تراکنش بود و تراکنش من هم با موفقیت کانفرم شده وارد صفحه قبلی میشم صفحه رو بالا میکشم در اینجا یک بخشی به نام توکن وجود داره که شما میتونید توکن هایی که به کیف پولتون ارسال شده رو مشاهده بکنید اینجا میتونید اون LP توکن خودتون رو مشاهده بکنید روی اون کلیک میکنم کانترکت توکن رو میتونید ببینید نمادش کانترکت رو کپی میکنم میخوام اون رو به کیف پول متامسک که خودم اضافه بکنم صفحه رو پایین میکشم روی بخش assets و روی گزینه اد توکن میزنم کانترکت رو پیست میکنم اینجا از من ایراد میگیره میگه که کاراکتراش خیلی زیاده یه مقدار از کاراکترها رو باید حذف بکنم این کار رو انجام میدم و روی گزینه نکست میزنم اد توکن رو میزنم و همینطوری که میبینید توکن ها به کیف پول من اضافه شد نکته ای که وجود داره اینه که من میتونم در خود پلتفرم کرف فایننس این توکن ها رو آن بکنم در مرورگر خودم کرف فایننس رو سرچ میکنم و روی curve.fi کلیک میکنم ما الان روی نتورک اتریوم هستیم باید نتورک رو تغییر بدیم در حاله صفحه نتورک شبکه پالیگان رو انتخاب میکنم کیف پول من متصل هست کاری که باید انجام بدم اینه که صفحه رو پایین بکشم و روی گزینه مایداشبورد بزنم این کار رو انجام میدم اینجا شما میتونید داشبورد خودتون رو مشاهده بکنید من در پول اوه اومدم ایجاد نقدینگی کردم و اون توکن ها رو استیک کردم روی اون کلیک میکنم صفحه رو بالا میکشم اگر روی گزینه ویدرا رو بزنم میتونم برداشت خودم رو انجام بدم و یه جورایی آن بکنم در اینجا اگر بخش Advanced آن استیکینگ رو بزنم میتونید ببینید مقدار توکن های خودم رو مقدار توکن های الپیم که داره استیک میشه و زمانی که روی آن استیک بزنم تنها کاری که لازم انجام بدم اینه که یک هزینه تراکنش پرداخت بکنم و توکن های الپی من آن استیک میشه هزینه های تراکنش روی شبکه پالیگان خیلی پایینه پس سعی کنید حتما با یه مقدار خیلی کمی همین مراحل رو خودتون امتحان بکنید و بعد با مقدار بالاتر وارد بشید تا دوچار مشکل نشید من دوباره وارد پلتفرم فرو کمبو میشم شبکه خودم رو به اتریوم تغییر میدم در کیف پول متامسک خودم هم نتورک اتریوم رو انتخاب میکنم روی این کیوب جدید کلیک میکنم صفحه رو پایین میکشم در این بخش یک قسمتی وجود داره به نام توکن بریج اگر اون رو انتخاب بکنید شما میتونید از شبکه اتریوم توکن خودتون رو به شبکه پالیگان انتقال بدید باید توجه داشته باشید که در اینجا شما هزینه های تراکنش رو با اتریوم روی شبکه اصلی خودش پرداخت میکنید که مقداری بالا هست میتونید توکن مختلف رو انتخاب بکنید مثلا اوه برای انتقال به شبکه پالیگان باید ابتدا اوه خودتون رو روی شبکه اتریوم به کیف پول متامسک انتقال بدید و مقداری هم باید اتریوم در کیف پول خودتون داشته باشید تا عملیات بریج رو انجام بدید یک مقاله اخیرا فرو در مدیوم خودش قرار داده که میتونید اون رو حتما بخونید در بخش توضیحات این ویدیو هم برای شما قرار میدم و اینجا در واقع دارن توکن های کمبو که مربوط میشه به توکن خود پلتفرم فرو کمبو و متیک رو بین کسایی که مراحل زیر رو انجام میدن پرداخت میکنن این مراحل چی هست؟ اول از همه برای اینی که شما بتونید واجد شرایط بشید آدرستون واجد بشه باید مقداری توکن رو از شبکه اتریوم به شبکه پالیگان از طریق این کیوبی که بهتون نشون دادم کیوب بریج انتقال بدید حالا چه توکن هایی رو شما باید انتقال بدید در اینجا لیستش رو گفته باید حدوداً 100 تا یو اس دی سی یا 100 تا یو اس دی تی 100 تا دای یا 65 تا متیک در واقع اینها توکن هایی هستند که اگر اونها رو انتقال بدید میتونید شرط اولیه رو کسب بکنید بعد از اون باید چه کارهایی انجام بدید در مرحله دوم میتونید در پلتفرم اود دیپازیت داشته باشید ویدرا انجام بدید بارو کنید ریپی کنید فلش لون دریافت کنید در کویک سواپ سواب, سواب، اد لیکویدیتی ریموو لیکویدیتی سوشی سواپ هم دقیقا همونها هست کر هم همونها هست و از این یوتیلیتی هایی که در اینجا قرار داده شده استفاده بکنید تا بتونید این ریوارد ها رو دریافت بکنید تا چه تاریخ این ریوارد ها پرداخت میشه تا حدودن میشه گفت 5 آگوست برای اطلاعات بیشتر میتونید کانال تلگرام من رو دنبال کنید اگر دوستان تمایل به شرکت در این پروگرام داشته باشند خب اطلاعات دقیق تری رو اونجا برای شما قرار میدم امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه قسمت دوم این آموزش رو هم از دست ندید پس تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار